خوش اومدید خانم بادی. فکر میکنین که جمهوری اسلامی که بسیار تکیه داشته بر جشنواره فیلم فجر تا کجا میتونه با همین فیلمسازان خودی که بهشون هم میباله در این جشنواره ادامه بده بدون حضور فیلمسازان مستقل، هنرمندانی که حالا گفتن نمیخوان اصلا در این جشنواره باشن یا اصلا فعالیتشون ادامه بدن در جمهوری اسلامی؟ ببینید، جمهوری اسلامی پس از انقلاب تلاش کرد با حذف فیلمسازان و بازیگران قبل از انقلاب و جایگزینی نیروهای خودی، سینمای ایدئولوژیکی مطلوب خودش رو به وجود بیاره. در طول سالهای پس از انقلاب تعدادی از فیلمسازان تلاش کردند که صدای مستقل و متفاوت رو در سینما ایجاد بکنن، اما هرچه از حاکمیت جمهوری اسلامی گذشت شدت سرکوب و سانسور بر سینما بیشتر شد و هر صدای مستقل و متفاوتی خفه شد. بهرام بیضایی مجبور به تبعید شد، ناصر تقوایی از فیلمسازی دست کشید، جعفر پناهی و محمد رسولوف به زندان افتادند. دیروز که خبر ممنوع خروجی مسعود کیمیایی رو شنیدیم. در واقع در طول سالهای گذشته ما به جایی رسیدیم که اساساً امکان فعالیت سینمایی بدون وابستگی به نهادهای حکومتی وجود نداره. به همین دلیل امسال شاهد این هستیم که بسیاری از فیلمسازان حاضر به شرکت در جشنواره فیلم فجر نیستند. وزیر ارشاد گفته که این اتفاق خوبیه و ما فقط از نیروهای خودیمون در جشنواره استفاده میکنیم و دیگه فیلمهایی که سیاه نمایی میکنن در جشنواره حضور ندارن. ظاهرا حاکمیت تونست اون سینمای مطلوب خودش رو به وجود بیاره و امسال ما با حکومتی ترین جشنواره مواجه هستیم که فقط فیلمهایی رو پذیرفته که با معیارهای ایدئولوژیک و سیاسی خودش همسوه. اما وزیر ارشاد و حاکمان جمهوری اسلامی نمیدونن که جشنواره بدون حضور فیلمسازان و بازیگران شاخص که سرمایه های سینما هستن اساساً اعتباری نداره و فقط یه دوره همی حکومتی به حساب میاد. سپاسگزارم از شما نزهت بادی، نویسنده و منتقد سینما از استانبول با ما.